225 هزار کیلومتر راه شامل آزاد راه و بزرگ راه و راه های اصلی و فرعی نقشی کلیدی در توسعه اقتصادی و جابجایی کالا و مسافر در کشور دارند. در اقتصاد جاده پایه ایران، نگهداری و مراقبت از این حجم راه با روش های سنتی و پایش میدانی ممکن نیست. به همین دلیل با کمک شرکت های دانش بنیان چند سالی است که این کار به روش های مکانیزه انجام میشه. خوشبختانه با توجه به این تکنولوژی و دانشی که در اختیار مهندسین ما قرار داره، ما حدود تقریبا الان 12 ساله که داریم از این تکنولوژی روز داریم استفاده میکنیم. به تازگی نسل جدیدی از خودروهای اسکن جاده ای این خدمت رو بر عهده گرفتند با کیفیت و سرعتی بالاتر. تمام پایش ها رو خودش میتونه در واقع انجام میده، یعنی بیاد خرابی ها رو بر اساس میزان نوع، شدت و میزان خرابی ها دستبندی کنه، تحلیل های لازم رو به شکل خودکار انجام بده. خدماتی که این خودروها و مجموعه سخت و نرم افزاری داشتند موجب کاهش شدید هزینه های دستگاه‌های مجری شده. در اولین سال برداشت که سال 98 بود، ما حدود 50% صرفه‌جویی داشتیم حاصل از برداشت در واقع مکانیزه معابر در بحث نگهداری روسازی. این نسل اسکنرهای جاده‌ای اطلاعات رو در سرعت 96 کیلومتر بر ساعت خودرو با دقت در شناسایی ایرادات حدود 1 میلیمتری رویه راه‌ها انجام و اطلاعات رو با سرعت بالا پردازش می‌کنند. دستگاه LCMS این کار رو با استفاده از پرتوی لیزر و دوربین‌های سرعت بالا که روی پروفایلرهای دستگاه نصب شده انجام میده. علاوه بر اینها دستگاه مجهز به جی پی اس دو فرکانسه و مسافت سنج روی چرخ عقب هست که میتونه تمام این انواع خرابی رو به صورت دقیق جانمایی کنه. شرکت های دانش بنیان و جوانان متخصص کشورمون با توجه به تحریم های ظالمانه نقشی کلیدی در حمایت و توسعه این فناوری داشتند و در نتیجه فقط در سال گذشته 64 هزار کیلومتر از معابر برون شهری و هزاران کیلومتر معابر درون شهری کشور با این روش پایش شد. اما اطلاعات استخراج شده توسط این اسکنرها از وضعیت رویه راه‌ها در نهایت به دستگاه‌های بهره بردار نظیر شهرداری‌ها و سازمان راهداری منعکس میشه. مهدی صادقی، خبرگزاری صدا و سیما.